که کری گرانت نقش اول رو بازی کنه. کری گرانت و بزرگ سوپر استار تاریخ سینما و دسیکا خیلی خوب و خیلی درست قبول نمی‌کنه و برمیگرده ایتالیا و با آدمای خودش می‌سازه و الان متوجه میشیم اگر کری گرانت این فیلمو بازی می‌کرد چقدر این داستان متفاوت می‌شد و این از شانس‌های تاریخ سینما بوده که این اتفاق نمی‌افتاد. یک تم خیلی مشخص فیلم تقابل فرد هست در مقابل جمع که این آدم همیشه این مسئله رو داره دیگه و از این جنبه فیلم متفاوت از پلتفرم حزب کمونیست. یعنی یکی از نقدی که چپ‌ها داشتن، چپ‌های ایتالیایی اون موقع داشتن سر همین قضیه است. خب خیلی واضحه دیگه، همیشه در تمام طول داستان این انسان با جامعه خودش مشکل داره. یه فریمی که خیلی بخواد این داستان با چیز بکنه وقتی هستش که میگه دنبال پسره و خونهش رو پیدا میکنه و اون هممحلی های اون دوز کاری که با این آدم میکنن میارن کورنرش میکنه و این مجموع میشه که یه چوب برداره و آخر از خوش دفاع بکنه اینا. این خیلی فریم در واقع مثال زدنی هست از تقابل فرد در مقابل اجتماع. اجتماع بسیار اجتماع ناآگاهی هست و ایگنورنسی که توی اون اجتماع هست، یکی از در واقع نقدهای دیگه‌ای که کمونیستا داشتن به این داستان. و در مورد اجتماع فیلم صحبت می‌کنیم. این در مورد کاراکتر من، کاراکتر زن ماریا خیلی خوب پرداخت شده. اگه فیلم های ایتالیایی قبل و بعد از حتی این چیز رو ببینیم، زن ها ایجنسی خیلی چیزی ندارن، زن ها دنباله رو هن. همیشه مرد ها جامعه پدرسالاری هست ایتالیا و بر حسب اتفاق این زن رو انقدر خوب نوشته، خیلی متفاوت از زن های دیگری که توی اون سینما بوده و بعد هم میبینیم. یک جور ایجنسی توی این هست به صورت مشخص، تصمیم گیری های بزرگ که وقتا مرد دنباله که روی طرف هست، اول فیلم طرف کار میخواد و برای کارش احتیاج به دوچرخه داره و هیچ راهی هم نداره وقتی به دوچرخه برسه، بدون که صحبتی با همدیگه بکنن زنه میره و ملافه های در واقع میگم به جهیزیهش به در واقع در میاره و میده به مرد که بره بفروشه. توی این صحنه ها داستان ایجنسی توی فرم هم هست. اگه دقت بکنم من این ستاره که انتخاب کردم فریما رو به یه دلیلیه، جاهایی که تصمیم گیرنده زن هست همیشه تو فورگرانده، زن تصمیم میگیره ملافه رو در واقع بفروشه، جلوه تصمیم مرد تو بکگراند قضیه هست. زن میره آب رو بیاره برای شستن لباس‌هاش و اینها، زن هستش که سطل دست مرد میده و مرد دنبالش میدوه که مثلا چیکار بکنه. جایی که میخوام برم ملافه رو بفروشم، کسی که ملافه رو میفروشه و پول رو میگیره زنه. زنه به هر صورت فالوور نیست توی این فیلم. یه تفاوت دیگه هم که داره، سانتامنتالیزمی که توی فیلم نمیبینیم، احساسگرایی اگزاجره اینا که توی این فیلم نیست، یه جور امپاتی هست که باید مولدش این زن می بود یا یکی از مثلا راحت ترین کار یا احمقانه ترین کارهایی که فیلمسازا می کنن وظیفه در واقع انتقال این مفهوم رو به کاراکتر زن میدن. کاراکتر زنی اصلا اینجوری نیست توی این فیلم و چقدر خوب و این تفاوتشه با فیلم های ضعیفی که از این فرق این کاملا داستان جواب این قضیه رو میده دیگه، باید ترحم برانگیز باشه، زن ترحم برانگیز نیست، قرار نیست اصلا این کار رو انجام بده. کاراکتر بچه خیلی کاراکتر عجیب غریبیه، خیلی متفاوته، خیلی بچه قویه. اولا که یعنی سر کار میره، کار داره، باباش کار نداره، خیلی جالبه، باباش دنبال کار میگرده اما بچه آره کار میکنه. تو اون سن پایین، چند سال؟ 5 سالش بود؟
نه چون مدرسه میرفت احتمالاً بیشتر بازی. آره. الان سنش خیلی کم. اما کار داره اون تو کمپوزیشن کار میکنه این حرفا. یک جور نه تعبیر منه. شاید نمایندگی میکنه وجدان رو توی فیلم. شما در نتیجه اگر از زاویه بچه فیلم رو نگاه بکنید یا نقش بچه رو توی فیلم ببینید، وجدانی است که در جامعه وجود نداره و بعضی وقتا توی مرد هم از بین میره به عنوان پدر، به عنوان بزرگتر، کسی که باید این کار رو در واقع اخلاق رو انتقال بده، فرهنگ رو انتقال بده به این بچه و داستان معکوس میشه. منتها جنس اخلاقش هم متفاوت هست. حالا در مورد صحبت می‌کنیم که در مورد یکی از اولین فیلمایی که دسیکا ساخته بود، Children are watching us. این اتفاقی که برای بچه میفته. بچه همه جا ناظره. چشم خیلی مهمه. چشم همیشه بچه داره نگاه میکنه. چیز رو میبینه، موقعیت رو میبینه، فقط آدما رو نمیبینه، موقعیت رو میبینه. اگر در مورد تفاوت طبقه میخوام صحبت کنیم توی اون مثلا رستوران، از چشم بچه میبینیم که من دارم چه غذایی میخورم، چه جوری ما زندگی میکنیم. و اون بچه‌ای که همسن منه اونطور توی خانواده دنی هست، اون چه جوری داره چی میخوره و چیکار میکنه این حرفا، بدون که خیلی صحبت دیالوگ و اینها باشه. در مورد اصلا اولین فریمی که ما از بچه میبینیم داره یه دوچرخه رو درست میکنه، یعنی سر در میاره، از کار فنی سر در میاره، باباش سر در نمیاره. در حالی بچه هست که مثلا جزئیات رو میگه که آقا این دوچرخه چی بود، میگه مدل 1935 فلان فلان، یعنی همه چی رو بلده، داستان رو بلده. این صحنه غیر داستان چش قضیه وجدان رو خیلی خوب میبینیم. این تکان دهنده است دیگه. این در واقع سکانس آخر فیلمه، وقتی پدر دزدی کرده و این در واقع وجدان نگران داره سرنوشت پدر رو میبینه. از کاراکترها بگذاریم، از کاراکترهای اصلی، از نظر فرمی بخوایم فیلم رو بررسی بکنیم، یه خود از اول فیلم در واقع شروع بکنیم. فیلم داستان بعد از جنگ ایتالیاست. اگر میخواست مثل مینستریم فیلم بسازه، چیزی که الان ما عادت کردیم، همیشه شروع فیلم ها چیه؟ یه نمای معرف میگن توی سینما از یه شهر جنگ زده است. ما در مورد شهر جنگ زده داریم صحبت میکنیم، در مورد وقایع بعد از جنگ داریم صحبت میکنیم. اگه می‌خواستیم مثلا فیلم مینستریم هالیوود ببینیم، اونجوری که یه نمای معرفی، یه نمای باز میگیرن از یه شهر ویران، بمبارون شده، فلان، فقر و اینا، لاین شات. این فیلم اصلا این کارو نمی‌کنه. در نتیجه اصلا ما اون چیز رو نداریم. به جای اینکه بهتون اون رو نشون بده، از داخل کاراکترهایی که توی فیلم هستن و روابط اونا شما متوجه، یواش یواش پله پله متوجه میشه که با چه جامعه‌ای شما سر کار دارید، چه اتفاقی داره توی جامعه میفته، در و دیوار چه اهمیتی داره، اون اتفاقی که برای آدم‌ها میفته و اون آدم‌ها رو داره نمیشون. فیلم در مورد انسانه، نه در مورد چیزها. این شروع فیلمه. در مورد امپاتی صحبت کردیم. فیلم به هر صورت در مورد ترحم، یعنی حس ترحم شما رو در واقع بیدار میکنه. تفاوت بزرگش با فیلمی که سانتیمانتاله، فیلم هندی درست میکنه، و یه فیلم خیلی بد توی این سیزن خبر دیدیم، یه فیلم افغانی بوده یا فیلم باشه، اونجا با خیلی اعصابم خورد شده بودم، برخورده بود. این تعریف کامل سانتیمانتالیسم بود دیگه، خیلی احمقانه است. مثلا بخوایم اون فیلم در مورد چیه؟ در مورد چیه؟ ظلم به زن هاست. خب راحت ترین کار اینه که دوتا زن نشون بده هی جیغ و داد بکنن، این موهاشون رو بکنن و فلان، آی ما بدبختیم و فلان، جیغ و اینا نبر، اینا شلاق نزن. فیلم سانتیمانتاله، فیلم احمقانه است. وقتی که فیلم نمیتونه رابطه، یعنی وقتی درام رو نمیشناسه، نمیتونه فیلم رو چجوری باید جلو ببره، چجوری بنویسه، متن بنویسه، چجوری کاراکتر رو پرورش بده، میره دستاویزش میشه همین جیغ و داد و فریاد و اشک و آهی که اینجا اصلا نمیبینیم. فیلم ترحم برانگیزه، سانتیمانتال نیست. خیلی فیلم ترخه، اصلا سانتیمانتال نیست. فیلم درسته، خاطر درست نوشته شده، درام درستیه و زاواتینی دیگه.
هنر زاواتینی و البته دسیکار کارگردانی کرده. ویژگی های من این فریم رو مخصوصا انتخاب کردم، این از معروف ترین شات های تاریخ سینماست. این رو زیاد میبینید تو مطبوعات، مجله ها، کتاب های سینما. خیلی معرف نئورالیسمه، یعنی تمام مؤلفه های نئورالیسم تو همین یه دونه فریم هست. یکیش در مورد اندازه قابه. اندازه قاب معمولا تو این سینما چون در مورد واقعیت صحبت میکنه، اندازه قابی است که معمولا چشم ما میتونه ببینه، درنچه واید اسکرین ما نمیگیره، سینما زوم هم نداره، کلوزآپ نداره سینماش. ما چند تا کلوزآپ توی فیلم دیدیم؟ هیچی. من نیدم بادم کلوزآپ داشته باشه. دلیل داره این قضیه، بخاطر که چشم ما، چشم ناظر، چشم طبیعی انسان کلوزآپ نمیکنه، اون واید اسکرین هم نمیبینه. ما یه چشم چیز داریم، یه محدود داریم. اندازه آدم ها اندازه طبیعیشونه تو قاب. شرایط آدم ها به نمارد فقره هیچ نوع، یه جور چرکه. آدم ها چرکن، فقیرن. در مورد چیزهای بزرگ نیست. اون عکس اولی که نشون دادم در مورد آنا ماریانی، اون تفاوت دو تا فریم آدم ها، اونجور چیزها رو شما توی این سینما نمی‌بینید. برای این خیلی معرفه، خیس اون معرفه شرایطیست که اون دو تا آدم دارن، این زوج الان با هم دیگه دارن چیکار میکنن و این بدبختی و اینها رو بخواد نشون بده، خیلی چیز مهمیه. فقر توی این فیلم یه دید خیلی خوب بهش داره. البته اقتصادی هست، بی پول هستن، اما یه چیز خیلی خوبی هم توی فیلم نشون میده که فقر فقط اقتصادی نیست، یه جوری فقر فرهنگی هم هست. خیلی چیز حضور خیلی مهمی خرافه توی این داستان داره و نشون میده. کاملا اون زن پیرزنه معرف خرافه است دیگه، کسی که آینده را میبینه. واقعا چرت و پرت هم میگه، خاطر اینکه مثلا طرف مرد آخر سر با اینکه باش باور نداره، از اون ناچاری میره که مثلا چیز کنه، میگه که یا تو پیداش میکنی یا هیچ وقت پیداش نمیکنه، فقط داستان پول این حرف است. حضور مذهب رو داریم میبینیم. فیلم ضد مذهب نیست، یه خورده سخت بگیم ضد مذهبه، اما یک جنسی از مذهب رو نشون میده و رابطه اون مذهب رو با آدمهایی که گرفتارن، از اون گرفتاری مردم، فقیرا متوسل میشن به کلیسا که ریششون رو بزنه، ترتمیزشون کنه، بشوردشون و از اون طرف گشنن و سیرشون بکنه و کلیسا هم از این استفاده میکنه برای گرفتاری، برای اینکه قبل از که مس باشه میگه که آقا برید اینا خودتون تمیز کنید، ما همه این کارا رو میکنیم، غذاتون هم میدیم و این حرفا، قیمه آخر هست و متو بشینید و مس رو در واقع تو مراسم مس هم باشه. این استفاده ای که میکنه یه چیز خیلی، من این رو مخصوصا انتخاب کردم بعد از این داستان و این اتفاقی که داره میفته. یه قسمتی هست که بارون میگیره، بارون خیلی شدیده و اینا پناه میبرن اون زیر و یه عده از این کشیشان که میان، اینا دو تا آدمن که اتفاق پدر و پسر، اتفاق بعد از زندگیشون افتاده، مهمترین چیز زندگیشون رو دوچرخه رو از دست دادن و دنبال یک علاج میگردن. خیلی جالبه کشیشا که اونجا نشون میده به یه زبان اینا اصلا حرف نمیزنن، این کاملا نانسنسه براش. اینجا نگاه میکنن چی داره میگه، چه فضاییه، هر دوتاشون توی یه جامعه دارن زندگی میکنن، کنار هم زندگی میکنن، مسئله شون اصلا متفاوته و این نقدیست که اینجا داره از اون نوع از مذهب. یه چیز خارج از این چیز برای سینمایی ها. دستیار کارگردان این فیلم سرجیو لئونه است، سرجیو لئونه بزرگ فیلم های وسترن و سوانه ایتالیایی معروفه، اسپاگتی چیز رو داره خاطر آره. و توی این فیلم دستیار کارگردانه، توی این چیز بازی میکنه، این صحنه آدم نشدم این میخواد جوانیه مثلا سرجیو لئونه رو ببینید، چون بعدش با ریش و اینا از خوب شد کمتر این آدم. یه چیز جالب توی این فیلم موضوعه و تفاوتش با سینمای مینستری، تمام دعوا سر یه دوچرخه است. دوچرخه اتفاقا توی اون جامعه که داره نشون میده خیلی چیز ارزشمندی نیست، پلیس حتی کرم نمی کنه حتی این رو سخت بکنه، اینقدر چیز بی ارزشیه.
چیز هیتی نیست، یعنی که قرار نیست دزدی یک بانک فلان رو نشون بده، فیلم گانگستری باشه مثلا، اوه چجوری میخوام این چیز. داستان خیلی ساده است، صورت مسئله ساده است، کاراکتره که مهمه. یه چیز دیگه، شروع داستان بذاریم که بعدش بوده داستانشون. موضوع در مورد دوچرخه است، منطقه دوچرخه مهم نیست. صحنه های متعدد داریم، من یکیش انتخاب کردم که اینا که دنبال دوچرخه دارن میگردن، ردیف های دوچرخه رو میبینیم. آقا هزاران از این دوچرخه ها، رنگ های مختلف، شکل های مختلف اینا توی این شهر هست و اینا دنبال یه دونه میگردن، مال خودشون میگردن، مسئله شون دنبال اون یه دونه میگردن که زندگیشون رو راه بندازه. یه چیز خیلی خوب توی فیلم هست، یه سکانس خیلی خوب هست توی اون پان شاپی که رفتن چیز رو گرو بذارن و بفروشن ملافه ها رو و پول رو بگیرن. تمام زندگی اینها و اون چیز ارزشمندی که دارم چهار تا تیکه ملافه هستش که جهیزیه زن هست. و بلافاصله صحنه بعدی وقتی اینا میدن و خوشحال از این فروختن و با این پول چه کارایی میشه کرد، صحنه بعدی اینجا بهتون نشون میده. نمیدونم صدها و هزاران از این ملافه، هر کدوم اینا یه زندگیه. هر کدوم این زندگی و این آدمی که از اینجا بالا میره چقدر غیر مهمه، چقدر کوچیکه و چقدر دردناک از این بر زندگی ها که طبقه طبقه چیده شده. و اون طرف ردیف دوچرخه ها که میدونه اینجا دوچرخه نو نیست، دوچرخه که یه بدبخت دیگری پول نداشته واسه یه کار دیگری بکنه و مثل ملافه اینا گذاشتن. آره گرو گذاشتم اونجا، مثلا پولشو میده که برگرده، مثلا همین ملافه ها دیگه اینا اینجوریه تو با اینترست. آره او منظورم این داستان، من فکر کنم این دو تا شات جوابگو این داستان هست که در مورد کرایم عجیب غریبی صحبت نمیکنه، اما مهم تو زندگی اون آدم. در مورد سایز فریم صحبت کردم، خیلی ادامهش نمیدم. یه واکت فیلم ظاهراً داستان ساده است، اما قواعد سینمایی رو در نوشته و اجرا خیلی خوب چیز میده. فیلم ساسپنشن داره کاملاً، یک جور تریل هم داره. قضیه این هستش که اولین چیز از خود عنوان فیلم شروع میشه، دزد دوچرخه. مطابق این چیزش رو افروشش به ساسپنشن چقدر متفاوته. شما از قبل از اینکه فیلم شروع بشه متوجه که یک دوچرخه باید دزدیده بشه، درنچه پس دور در این قضیه سورپرایز برای شما نیست که فیلم جلو جلو بره و دوچرخه دزدیده بشه و شما چیز بشید، سورپرایز نیست. یعنی موضوع فیلم لو رفته است. با این حال دزدیه برای شما خیلی جذابه و چند جا شما رو گول میزنه با این داستان. این داستان این حقیقته، به جای که در واقع با پیچیدگی داستان شما رو غافلگیر بکنه، با سادگی اما ساسپنشن انجام میده. کجا؟ اول فیلم بعد از اینکه دوچرخه رو گرفتن این حرفا، این صحنه خیلی کلیدیه. زن رفته بالا، رفته پیش اون پیشگوه، مرد پایینه. ما عنوان فیلم رو میدیم، چند نفر رو دفعه اول بود که فیلم رو میدیدن؟ بقیه بیشتر بود. خب اگر مخصوصا دفعه اولی باشه، من حتی با اینکه چند دفعه فیلم رو دیده بودم، مدت‌ها گذشته بود از این قضیه، باز گول خوردم سر این داستان. گفتن چی اینجا دزدیده؟ چون همه یه کلوها رو به شما میده که این دزدی مرد که توضیح دادم که هیرو نیست، آدم احمقیه، تمام زندگیشو گذاشته دوچرخه گذاشته، دوچرخه رو ول میکنه و امان خدا میره طبقه دوم. و میبینید که خیلی چیز وقتی میگیم مثلا ما میخوام یه جوری این طرفو نگاش داریم، مرد حساب مثلا طبقه اول هم طبقه دوم اینو میدزدن با اون اتفاقاتی که قبلش افتاده، اون بچه‌ها رو که نشون میده اینا دارن خریدار به دوچرخه میخوام عجب چیزیه. و اینجا یه خورده شما رو قلقلک میده، اما چیزی اتفاق نمیفته. یعنی شما همش متوجه که اینا از این طبقه برمیگردن پایین و دوچرخه نیست، نه دوچرخه هست. یکی از چیزهای دیگه ساسپنشن خیلی خوبه فیلم، این اتفاق غرق شدن اون بچه است. میان یه پسر بچه که توی چیز غرق شده و اونجا هم دو مرتبه شما این اتفاق براتون میفته که اه پسره رفت ناچیز شد غرق شده بالا. و این ساسپنشن خیلی خوب اینجا داره. یه چیز جالب من توی
حرکت فیلم هست. این صحنه که در واقع ترن کردن این مرد آره که پوستر بچسبونه به در دیوار یه جوری میخواد نمیدونم حال برای من تعبیر خودم رو دارم میگم ابتذال زندگی دیگه، تمام زندگی طرف چسبوندن پوستره که پوستر هم چه رفتی به زندگی تو نداره در موجه که وقتی این صحبت اون پوستر چیه و یه جوری خود کارگردان از این چیز خسته میشه انگار از این اتفاقی که داره میفته و این دوتا رو که پروتاگونیست فیلم هست و این ترینگ رو ول میکنه فریم بعدی با اون دوتا بچه ها میره که رفتن آویزون اومدن مثلا پولدارتر شدن اومدن گدان یه خورده هم چیز داره دو مرتبه ساسپنشن داره که این بچه هایی که داره الان نشون داره میخوان کاری میکنه مثلا الان دو چرخه رو اینا قرار رو بلند کنه نه نمیکنه اما اینقدر این چیزه یه خورده مبتذله که ترجیح میدیم که این اتفاق جالب تره بذار اینو من بگیرم و دوربین با این میره با اون دو تا بچه‌ها میره که اتفاق نه یعنی قرار نیست که توی داستان نقشی داشته باشه جان در مورد پایان‌بندی فیلم صحبت بکنیم یک از مؤلفه‌های سینمای نورالیسم پایان باز هست یکی از بهترین مثالاش همین فیلم است که امشب دیدیم یکی از بهترین بازهای سیپارک سینما پایان باز یعنی که خب تمام داستان برای ما نقل کرده ما دیدیم چه اتفاقی برای این دو نفر خواهد افتاد این دوتا میرن ادامه زندگیشون چه میشه میرن دزدی میکنن میرن زندگی شرافتمندانه میکنن دو چرخه تکلیفش چیه اون زندگی ماریا رو ما هنوز ندیدیم که بعد از این همه اتفاقا چه اتفاق اونجا خواهد افتاد و ما نمیدونیم ما هم میتونیم با زاویه های مختلف بگیم آقا مثل این شرایط اجتماعی که آدم ها را دزد میکنند و فلان نمیتونیم قطعا بگیم که اینها دوست میشن به خاطر پایان بازه این قضیه هست یه چیز خیلی جالب یک فیلم دردناک به شما نشون میده و آسون ترین کار و بدترین کار این هستش که یک نما بذاره و با نریشن یا با روش های دیگری به شما حقنه بکنه پیام فیلم این بود که نمیدونم پشت نگاهان جهان فلان شدید یه فیلم معروف داره چارلی چاپلین چقدر بده اون چیزش اون سکانس سخنرانیش رو یه حرفا هیچ از این سخنرانی ها نداره احتیاج هم فیلم در مورد این چیزا نیست احتیاج به این قضیه نداره پیام خودش رو پیام نداره اصلا فیلم پیام نداره بلکه شرایط رو به شما نشون میده یا این دوتا آدم و این خانواده توی این شرایط هم و کاملا رئال بدون اگزاجریشن چه میشه؟ شما بگید چه میشه؟ بیانیه نمیده آقا اخلاقی این است که اینجوری بشه بر. خوبه که اینجوری بشه از این حرفا نداره یه چیز خیلی خوب رابطه این دوتاست که تو پایان فیلم یه سر و سامانی میگیره اگر فیلم رو با دقت دیده باشید بچه همیشه دنبال پدر میدوره پدر بهش بی‌اعتناست اصلا پدر ولش ولش کرده این دو همش با خود دو درسه به پدرش این حرف رو از موقعیت های مختلف دیده ضعفی که پدر در آخر پیدا میکنه و بلوغی که بچه از ناظر بودنش در طول داستان پیدا میکنه به یک جایی میرسونه داستان رو بدون اینکه اون صحبت اضافه نریشن بی خود داشته باشه پدر این دفعه که دستش رو دراز میکنه و دست پسر رو میگیره یه جوری احتیاج داره الان به اون پسره به عنوان تکیه گاه احتیاج داره پسر نیست که دست ببره بالا پدره که سفت میچسبه همین به خودش میچسبه دستش و زیبایی سکوت دیده سکوت خیلی هیچ دیالوگی نیست این دو تا با هم حرف نمیزنن ارتباط چشم و صورت که بهتون نشون میده و یه چیز خوب در مورد انتخاب فریم تو در واقع فیناله یعنی آخرین سکانس فیلم پشت مردم رو نشون میده مردم که همهشون قد همدیگه شکل همدیگه تو یونیفرماشون شبیهه و اینا میرن تو اون اجتماع گم میشن هر کدوم از این آدم ها یک داستانی دارن که ما نمیدونیم ما داستان یکیشون رو دیده بودیم پدر و پسره رو هر کدوم اینا یک داستانی دارن
اما همشون انگار یه جور یه سرنوشت دارن، یه جامعه ایست که داره به یه سمت میره و خیلی الهام برانگیزه. فریم آخر من خیلی وقت نگیرم، نه دو تا یکی در مورد این که چه اتفاق افتاد برای نورایی، چرا 10 سال فقط افتاد، یعنی طول کشید. دو تا مشکل بزرگ بهش خورد، یکی با دولت بود. دولت اینجوری بودش که بعد از این داستانای یعنی در واقع بعد از فقد به دهه 40 و اتفاقات جنگ و اینها، دولت و دولت دست چپ‌ها بود، اینها یه دولت در واقع دموکرات بسیاری لیبرال تر دولت رو دستش میگیره و اون رفرم‌های اقتصادی رو در واقع میخواد انجام بده و انجام میده و بوم اقتصادی ایتالیا تو دهه 50 اتفاق میفته، یعنی جامعه رو متحول میکنه و شکل ایتالیا عوض میشه. برای که این کار رو انجام بدن خیلی شنیدید مارشال پلان رو، طرح بزرگ امریکا بودش که بعد از جنگ جهانی به کشورهای اروپایی کمک کرد، حتی به ایران خودمون کمک کرد، واسه مثلا تحول اقتصادی و صنعتی اونها شد و خب از اون طرف هم اینا رو کشید تو بلوک غرب و داستان ناتو اینها، برسا پول امریکایی. برای که جذب کنه این سرمایه گذاری امریکایی رو احتیاج داشتن که یک سطحی از پیشرفت بلوغ اینها رو نشون بدن، فقر جوابگو نبود، این سینما نشون دهنده فقر. گفتن سینمای نورالیستی، لغتی که خیلی تو سینما ایران به کار برده میشه، داره نمایش فقره، سیاه نمایی میکنه. باری کلا از اون داستانی میگن اینا داره سیاه نمایی میکنه، دولت باش مشکل داشت. از اون طرف اقبال عمومی هم در فروش فیلم ها نداشت، همیشه یه فروش متوسطی داشتن. از نظر منتقدین و اینها هم، منتقدین خود ایتالیای بومی، سینما که این سینما کشف نشده بود، این سینما رو توضیح میدم بعدا، یه جوری امریکایی هستن که کشفش میکنن و معرفیش میکنن به دنیا و سینمای امریکا، و یه خورده محجور میشه. منتقدین میگن که داستانا قدیمی شده دیگه، اینا به درد ما نمیخوره، چون ایتالیا هم وارد شکوفایی اقتصادی داشت میشد و شده بود، یه قسمتی بود اواسط دهه 50 و مثلا اون اومبرتو دی که نشون دادن مال همین کارگردان، بهش نقد کردن که این چیزه یه خورده قلابی داستان، به خاطر اینکه معرف ایتالیایی الان شعار میده که من معرف ایتالیایی الان هم اونها نیست و خلاصه مشکل میخورن اینها. این موضع دولت بود که میخواست به هر صورت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید یک چیزی نشون میداد و حرکت چپ بود. این سینمای چپی ها بود. اتفاقی که میفته، حزب کمونیست هم این رو در نمیتابه این سینما رو و مشخصا با زاواتینی مشکل میخوره، به خاطر اینکه راه حلی که زاواتینی میده و نمایشی که داره میده چیز نداره، کالکتیو سولوشن نداره، اون چیزی که حزب دنبالش بوده. قرار بوده که این توده رهایی بخش باشه، این توده اینجا آدم ها رو دوچار مشکل میکنن، یعنی سولوشن در این جمعیت، در این مس نیست، از دید زاواتینی، از دید ده سیکا. و همیشه تقابل این فرد هست و مشکلات فرد هست، مشکلات شخصی فرد رو نمیتونه اجتماع برطرف بکنه، اجتماع برای شما مشکل ایجاد میکنه. یه چیز دیگه در مورد نشوندهنده چیز هست، قضیه پاور هست و داستان پلیس. پلیس های فیلم نگاتیو نیستن و اینم کمونیست ها باش مشکل داشتن، بعد همیشه این سرکوبگر، این پلیس همون چیزه در واقع باقی مانده نظام فاشیستی هست. توی فیلم اصلا اینجوری نیست، توی این فیلم پلیس ها اتفاقا میخوان کمک کنن تا جایی که میتونن و اینا، یه جوری این خود آدم ها، این بقیه مردم ها، این خود این آنتونیا ها هستن. منتها خب میگه من عدله کافی ندارم. یه پلیس معمولی هم نشون میده میگه اصلا یه ارزش چیز کردن نداره، من سختش میکنم. برسو اون دید رو نداشتم، ولی در راستای سیاست های حزب نبود. خلاصه این دوتا گفتم مثل تیغه قیچی در واقع سینما رو میبرن و این هنر متاسفانه ناکام میشه بعد از 10 سال. در مورد آینده این 10 سال، 10 سال خیلی مهمی تو تاریخ سینماست
و خیلی اثرگذار. اولین بار تو 1950 سینمای امریکا در واقع و اسکار و گلدن گلوز اینا این فیلم رو بعد اصلا نورالیسمو کشف میکنن، یه اسکار افتخاری به همین فیلم میدن، گلدن گلوب هم جایزه‌شون به بفتا تو انگلیس هم همینطور. و اینها یه جور معرف این سینما هستن به دنیا. خشایار گفت آندر بازند یکی از مهمترین تئوریسین های سینماست و فرانسوی، و حالا اگه در مورد موجود نو صحبت کردی نقش این آدم اونجا خیلی مهمه. و اون یه نقد خیلی خوب و یه دیدگاه فلسفی اشتباه سینمایی، یه تئوری سینمایی خیلی خوب در مورد نورالیسم انجام میده که خیلی از این مؤلفه هایی که من توضیح دادم رو بازن در واقع شرح میده. این چه نوع سینمایی و چه چیزی رو نمایش میده. این خیلی مهمه، مقاله خیلی بزرگی نیست، من 10 صفحه یا 11 صفحه میتونم. در سینمای دیگر کشورها خیلی موثره، کشورهایی که همین شرایط و اتفاقات ایتالیا یک جوری براشون تکرار شده، کشورهای در حال توسعه، کشور جهان سومی اون موقع. مشخصا توی ایران ما الان آشنایی داریم این رو خیلی، موج نو سینمای ایران خیلی مهم از این داستانه. چیز اتفاقی نیست که کیارستمی میاد که موضوع فیلماش بچه‌هان، با اینکه فیلمای کیارستمی فیلمای نئورالیستی نیست، از نظر مفهومی تماتیکش نئورالیستی نیست، اما استتیک نئورالیستیه. خانم خیلی خوب اشاره کرد، اولین فیلم مسافر کیارستمی رو داشت صحبت می‌کرد. I'm talking about the I don't know what they call it in English, the first movie of Kiarostami. Traveler. Okay. They translated it as a traveler, and the connection with this movie. So that's a new wave of Iranian cinema, which is the influence of this movement. از نظر فرمی خیلی الهام گرفته. امیر نادری خیلی چیز گرفت. فیلم های امیر نادری دوشی دوباره بچه، فقر، جام کف خیابون، کوچه، نماهای باز، امیر نادری. مهرجویی مشخصا فیلم دایره مینا خیلی اثر گرفته. و اینا همشون فیلمسازان که موج نو رو چیز کردن، پای گذار یه جوری خیلی متفاوت کیمیایی با قیصر، جنس نمایش خارج اون آدم و موضوع اون طبقه‌ای که متفاوت با سینمای قبل از در واقع کیمیایی، و بعدا حالا اون تبدیل فیلم فارسی و اینها میشه اینو بمانه. اینا خیلی تأثیر فرمی گرفتن از اون سینما. تو سینمای هند اینا، حالا من بعضی ها رو که فقط تو جهان سومی ها رو گفتم، ولی تأثیرش تو اروپا رو اینا رو یه داستان دیگه. مهمترین فیلمساز سینمای هنری هند همچنان ساتیا جیت رای، یکی از مهمترین هاشون و اون به مهمترین فیلمش رای پادش پانجالی آخری بود دیگه بگو. آره، داستان آپو، ما به اسم تو ایران به نام داستان آپو بود، داستان آپو بود و اون کاملا یه فیلم نورالیستیه. دو مرتبه، نقش اول یک بچه است، دنیا را از اون بچه داریم میبینیم و در مورد فقر، در مورد رابطه اجتماعی فقر توی اون چیز. فیلم کلیشه‌ای نیست اصلا، مثل فیلم که امشب دیدیم و روابط برسا خیلی تاثیرگذار بود و خیلی نمیم مچ بود یه جوری با داستانی که میخواست جهان سوم، هنرمندای جهان سوم بدن و خیلی کمک کرد در داستانی. مرسی ممنون.